مقام های مکسیک اعلام کردند که هیچ یک از اجساد یافت شده در گورهای دست جمعی مربوط به دانشجویان ناپدید شده نبودند. این دانشجویان دو هفته پیش و در جریان تظاهرات خشونت در شهر ایگولا در جنوب ایالت را ناپدید شدند. پیشتر پلیس با یافتن تعداد گور دست جمعی و 28 جسد اعلام کرده بود که برای شناسایی اجساد سوخته نیاز به انجام آزمایش دی ای است. رئیس فدرال تحقیقات جنایی گفت ما بیش از حد معمول طور بسیار ویژه این موضوع و اتفاق را بررسی کردیم و تا امروز توانستیم 14 نفر را در رابطه با این پرونده بازداشت کنیم که به مشارکت در قتل این دانشجویان اعتراف کردند. آنها میگویند این دانشجویان را به محلی میان دو شهر ایگولا و کوکولا که محل فعالیت یک باند تبهکار است بردند و این دانشجویان را به این گروه تحویل دادند. به گزارش پلیس تاکنون در مجموع حدود 50 نفر در ارتباط با ناپدید شدن دانشجویان دستگیر شدند. همزمان گروه های دانشجو همراه با اساتید دانشگاه با برپایی تجمعاتی ضمن اعتراض به عدم پیشرفت در روند تحقیقات خواستار استعفای فرماندار ایالتی هستند.